سرخط خبرها. هشتک توقف نسل کشی یا هزاره ها در تویتر به 3 میلیون تویت رسید. وقوع آتش سوزی در کوته سنگی شهر کابل. شماری از فرهنگیان افغانستان می گوید کشتار دانش آموزان هزاره جنایت طالبان است. طالبان در ولسوالی شوقی بدخشان 4 غیر نظامی را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بازداشت کردند. طالبان در خوابگاه دانشگاه کابل مانع برگزاری مراسم ختم قرآن کریم برای قربانیان آموزشگاه کاج شدند. یک زن در تخار زن برادرش را با تیشه به قتل رساند. و وزیر خارجه آلمان میگوید تهدید هسته‌ای روسیه باید جدی گرفته شود. با تازه‌ترین خبرهای این ساعت از کانال زنگوله خوش آمدید. امروز چهارشنبه 13 میزان برابر است با 5 اکتبر سال 2022 میلادی. مشروع خبرها. هشتک توقف نسل کشی هزاره ها در تویتر به 3 میلیون تویت رسید. اطلاعات وبسایت شرکت تاک واکر که داده های شبکه های اجتماعی را تحلیل می کند نشان می دهد که هشتک نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید بیش از 3,600,000 بار تویت شده است. پس از حمله انتحاری به آموزشگاه کاج در غرب شهر کابل، موجی از اعتراضات و به کشتار هزاره ها در افغانستان و ابراز همبستگی با قربانیان این رویداد براه افتاده است. بسیاری از شهروندان و فعالان این حادثه را ادامه حملات هدفمند در جهت نسل کشی هزاره ها خواندند و کارزار نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید را براه انداختند. علاوه بر تجمعات پراگنده، کاربران توانستن هشتگ توقف نسل کشی هزاره ها را به یکی از هشتگ های پرمخاطب در شبکه های اجتماعی تبدیل کند. وقوع آتش سوزی در کوته سنگی شهر کابل. شاهدان عینی میگویند که در یک مارکت تجارتی در ساحه کوته سنگی شهر کابل آتش سوزی رخ داده است. این آتش سوزی بامداد امروز چهارشنبه در مارکت تجارتی احمدی در ساحه کوته سنگی از مربوطات ناحیه 5 شهر کابل رخ داده است. تاکنون از خسارات و تلفات احتمالی این آتش سوزی اطلاعی در دست نیست. علت این آتش سوزی نیز تاکنون روشن نشده است. تصاویر نشر شده از رویداد وقوع آتش سوزی شدید در محل را نشان می دهد. شماری از فرهنگیان افغانستان گفتند کشتار دانش آموزان هزاره ادامه جنایت های طالبان است. جمعی از روزنامه نگاران، شاعران و نویسندگان افغانستان در بیانیه گفتند که کشتار دانش آموزان در کابل ادامه جنایت های طالبان در کشور است. آنها افزودند که کشتار دانش آموزان هزاره ادامه نسل کشی هایی است که از سوی حاکمان گوناگون افغانستان بر این قوم تکرار شده است. این بیانیه امروز چهارشنبه با امضای حدود 45 روزنامه‌نگار، شاعر و نویسنده افغانستانی نشر شده است. امضا کنندگان بیانیه باور دارند که برخورد خشونت‌آمیز نیروهای طالبان در زمان امدادرسانی‌های مردمی، عدم اجازه اهدای خون به زخمیان از سوی مردم و بخصوص زنان، محدودسازی خدمات صحی و اضطراری در رسیدگی به اوضاع پس از انفجار از جمله دلایل هستند که تاکید بر سازماندهی حملات از سوی طالبان دارد. طالبان در شوکه بدخشان 4 غیر نظامی را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بازداشت کردند. منابع محلی در ولایت بدخشان خبر دادند که طالبان 4 غیر نظامی را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی از ولسوالی شوکه این ولایت بازداشت کردند. در گزارش آمده است که این افراد ابتدا از روستای شهر سبز ولسوالی شوکه از سوی طالبان به مرکز این ولسوالی خواسته شده و سپس بازداشت و شکنجه شدند. این در حال است که شب گذشته جبهه مقاومت ملی ادعا کرده بود که مرکز ولسوالی شوکه را تصرف کرده و محمد اکرم ولسوال این ولسوالی را با 10 طالب دیگر اسیر گرفته است.
از سوی دیگر بر بنیاد گزارش‌ها ساختمان ولسوالی شوکی بامداد امروز دوباره به تصرف جنگجویان گروه طالبان درآمده است. گفتنی است که در کمتر از یک ماه گذشته از درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی در چند ولسوالی بدخشان از جمله کران و منجان، یفتل، راغستان و شوکی گزارش شده است. طالبان در خوابگاه دانشگاه کابل مانع برگزاری مراسم ختم قرآن برای قربانیان آموزشگاه کاج شدند. کمیته امر به معروف و نهی از منکر طالبان در خوابگاه دانشگاه کابل مانع برگزاری مراسم ختم قرآن برای قربانیان حمله به آموزشگاه کاج در غرب شهر کابل شده است. یکی از دانشجویان در پیامی بر رسانه‌ها گفته است که قرار بود که این مراسم شب گذشته از سوی دانشجویان در مسجد خوابگاه دانشگاه برگزار شود. و گفته او کمیته امر به معروف طالبان با ممانعت از برگزاری این مراسم یکی از دانشجویان را نیز بازداشت کرده است. پیشتر یکی از دانشجویان دانشگاه البرونی در کاپیسا نیز در پیامی بر رسانه‌ها گفته بود که قرار بود یکی از دانشجویان این دانشگاه که خواهرش در حمله به آموزشگاه کاج جان باخته مراسم فاتحه خوانی برگزار کند، اما طالبان این مراسم را برهم زدند. یک زن در ولایت تخار همسر برادرش را با تیشه به قتل رساند. منابع محلی در ولایت تخار میگویند که صبح امروز یک زن در شهر طالقان مرکز این ولایت زن دیگری را با تیشه به قتل رسانده است. خبرنگاران محلی بر رسانه‌ها گفتند که این زن شایقه نام دارد و توسط تیشه بی کبرا را به قتل رسانده است. منابع اطلاع دادند که بی کبرا پس از مشاجره لفظی از سوی شایقه در جریان ادای نماز صبح کشته شده است. گفته می شود که بیبی کبرا همسر برادر شایقه بوده است. این رویداد در محل به نام باغک در شهر طالقان رخ داده و زن متهم به قتل از سوی طالبان بازداشت شده است. و خبر اخیر این که وزیر خارجه آلمان می گوید تهدید هسته‌ای روسیه باید جدی گرفته شود. آنالنا بایربوک وزیر امور خارجه آلمان میگوید که تهدید روسیه برای توسل به سلاح‌های هسته‌ای از سوی جامعه بین المللی باید جدی گرفته شود. وی امروز چهارشنبه 13 میزان در جریان بازدید از ورشو گفت که این نخستین بار نیست که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به چنین تهدیدهای متوسل می شود. وزیر خارجه آلمان این تهدیدهای پوتین را به هدف باجگیری و غیر مسئولانه عنوان کرده و تأکید کرده است که جامعه جهانی باید آنها را جدی بگیرد. وی گفته است همانطور که از 200 روز این جنگ تجاوزکارانه و وحشیانه می دانیم این تلاشی است برای باجگیری از ما. گفتنی است که از آغاز حملات روسیه به اوکراین، پوتین چندین بار مقامات اوکراینی و متحدان غربیش را به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در این جنگ تهدید کرده است.